گفتگو میکنیم با آقای امیر جواهری از فعالین جنبش کارگری و جنبش آزادی خواهانه. درود بر شما آقای جواهری عزیز. متقابلا به شما و همینطور به بینندگان این برنامه از سلام درود دارم و در کنار شما یک بار دیگه به همه خانواده های وسیع و گسترده‌ای که عزیزان خودشون رو در آتشبار خونچکان نظام در جاجای کشور از دست دادن، خودمون رو در کنار اونها ببینیم، همراه اونها هستیم و یاد عزیزانشون رو گرامی می‌داریم. در خدمت شما آقای امیر جواهری عزیز. شما اولا که چه گزارشی رو دارید که با ما به اشتراک بگذارید در رابطه با هفته‌ای که گذشت؟ حالا در واقع اینقدر مبارزات مردم داره با همگرایی پیش میره که نمیشود گفت فقط جنبش کارگری، ولی به طور کلی از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه مردم گزارشاتی که دارید، گزارشاتی که میخواهید با ما به اشتراک بگذارید، بفرمایید. به سرعت بگم هفته ای رو که پشت سر گذاشتیم ما شاهد این بودیم که بازنشستگان و معلمان در حرکتی تو امان، بازنشستگان در کف خیابان و معلمان در سطوح مدارس در کردستان، بخشان در اصفهان، شیراز، مشهد، به طور مشخص توی بیژن پای یک اعتصاب و حرکتی رفتن که بخوان همه مطالبات بی پاسخ مونده بازنشستگان رو در واقع به صدا در بیارن. در تهران که فضای بقایت شدید و امنیتی بوده موفق شدن در برابر مجلس و سازمان برنامه و بودجه اجتماع بکنن. زنان جسوری در اونجا از تریبون بهره گرفتن و شجاعانه جسورانه حرفای خودشون رو زدن و تاکید ورزیدن به اینکه در واقع از پای نمی‌نشینن و به حرکت خودشون که تبرمر بخشنده خواستها و مطالبات بی پاسخ مونده اونهاست همچنان خواهن ادامه داد. بایستی این رو مسئولانه یادآور بشم که با توجه به در واقع وضعیت شدید امنیتی که بر فضای جامعه تهران طی روزهای گذشته از هفته گذشته به این سو حاکم بوده، در ارتباط با این تجمع دوم دیما به مثابه حرکت بزرگ و سراسری بازنشستگان در گذشته، در واقع نیروی وسیع بازنشستگان رو با خودش نداشته، ولی بدین معنا نبوده که این فراخوان پاسخ نگرفت. حرکت معلمان هم به همین شکل بوده که به گستردگی دوره پیش نبوده، ولی سطح فیلم ها و عکس هایی که توی شبکه های مجازی بازخورد پیدا کرده نشانه این بوده که در جاجای کردستان به صورت مشخص توی مریوان، توی بانه، توی سنندج معلمان دست به اعتصاب زدن در ساعت کاری و اعتراض خودشون رو به سامان بردن در همراهی با مجموعه تحرکاتی که متوجه خواستا و نیازمندی های هم خود معلمانه و هم خود بازنشستگان. اعتراض معلمان به مسابقه اعتراض دانشجویان بر سر در واقع خصوصی کردن نظام آموزشیه که خود این موضوع بخش وسیع و گسترده از فرزندان جامعه رو از ادامه تحصیل باز می‌داره. در طول باز هفته گذشته سطحی از تحرکات کارگران رو چه تو خود هفت تپه و چه در نقاط دیگر شاهد بودیم، از جمله توی قند فساد، تو سطح راه آهن تحرکات کارگران رو شاهد بودیم که خواستار سطوح بی پاسخ مونده نیازمندی های خودشون بودن. در سطح شرکت هفت تپه مرکزی ترین شعاری که به زبان می آوردن این بود که نه رستمی نه بیگی، شرکت بشه دولتی. رستمی و بیگی در واقع اون بخش از کارفرماهایی هستند که دولت این صنعت بزرگ رو به ثمن بخش اونها واگذار کرد. اونها هیچ قابلیت پیشبرد سطوح مختلف نیازمندی های شرکت هفت تپه رو ندارن. با
عباس پرونده فعالان هفت‌تپه و متحدان اونها در طول هفته‌های گذشته ورق خورد و یک بار دیگه به همشون حکم دادن و بر سر این حکم اعتراضات گسترده‌ای رو تا به امروز در واقع تر شده از طرف یکایی که اینها از جمله به علی نجاتی تر حکم دادن، به اسماعیل بخشی حکم دادن، به محمد خنیفر حکم دادن، به متحدانشون مثل خانم سفیده قلیان، عسل محمدی، ساناز علیاری، امیر امیرقلی و همسر ساناز علیاری به هر کدوم از اینا 5 سال حکم دادن. به فعالان زنی که پیشتر هم در زندان بودن در دل تجمع بزرگ اول ماه امسال در برابر مجلس دستگیر شده بودند، خانم امیر امیری، به او هم دیگر باره به اصطلاح حکم دادند. این حکم ها اعتراضاتی رو با خودش برانگیخته، از جمله اینکه در طول هفته گذشته سپیده قلیان به خبرنگاری که به اصطلاح خبرنگار امنیتی که در پروژه طراحی سوخته ازش خبر جعل میکرده و اون رو باستان میداده، بر علیه او رسماً در سطح رسانه های مجازی شکایت کرده و اخیراً هم یک تن از کارگران در واقع فولاد اهواز هم که تحت تعقیب بوده و از کشور رها شده، او هم بر علیه همین خانم طرح شکایت برد. در کنار اینها بایستی اشاره داشت به فراخوان خانواده ها که شما به صورت مشخص بهش اشاره داشتید که اگر پرسشی در این باب باشه من ضایعات به جا مونده از اون رو به صورت مشخص تجمعی که در گراب زرمیخ گیلان بوده و تعداد 12 تن از تجمع کنندگان اونجا رو گرفتن، اون رو هم به اطلاع خواهم رسوند. در خدمت شما. سپاسگزارم از شما آقای جواهری عزیزم. آقای جواهری، شما با توجه به تجربیاتی که دارید، با توجه به این که از نزدیک دنبال میکنید و اگر فقط بخوایم از طریق شعارها، شعارهایی که مطرح میشه، بخوایم این زمان رو با مثلا 96 مقایسه کنیم یا 96 رو بخوایم، شما در این سیر رسلا طرح شعارها که به هر حال حالا صرف نظر از چیزایی که مثلا ممکنه الله اکبری یا روحی این شاد و روح اون شاد، صرف نظر از اینا که حالا اینا حالا اینجا و اونجا ممکنه شنیده بشه، اینایی که به اصطلاح به صورت ایبدار عادی، اگر بخوایم یک تحلیلی از این شعارها به دست بدیم، شما چه روندی رو در این زمینه مشاهده میکنید و میتونید بیان کنید؟ بفرمایید. خواهش میکنم. من فکر میکنم امروز هم مثل دیروز روشنه که مردم با در نظر گرفتن منافع خودشون و تو جریان هر حرکت اجتماعی، اگر اون رو به مثابه یک جنبش بزرگ بخوایم ازش یاد بکنیم، به اشکال مختلفی در واقع به بیان خواستها و نیازمندی های خودشون اشاره روشن و سریع و بیواسطه میدارن. اونچه که در پرسش شما جایی داره، اگر بخوایم مثلا جنبش آبان ماه 98 رو با اونچه که در دی ماه 96 اتفاق افتاد مقایسه بکنیم، اونجا بحث این بود که نه اصلاح طلب نه اصولگرا، یعنی اساسا بحث اصلاح گرایی و نفع اون در مقابل اصولگرایان تو شعار مضمون داشت. اونجایی که شعار میدادن اصلاح طلب اصولگرا کار تمام ماجرا، در آبان داستان اساساً و اساساً بر فراز سر این اصولگراها و اصلاح طلبا نمی جنبید. مثلا شعاری رو که در تجمع بزرگ 5 دی دادن، روشن، سریع، بی‌واسطه، بی‌تعارف به زبان آوردن که کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم. یعنی زدن به قول معروف اون سیبله، به نقطه سیبله. یا مثلا این شعار رو دادن این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. یعنی دیگه تعارف رو گذاشتن کنار و فهمیدن که دشمن اصلی جایگاهش کجاست و کجا خوابیده و چگونه دیگران دور این آدم چنبره زدن. شعارهای من
دارن به صورت مشخص رو شعارها بر سر اون چه که در 24 و 25 و 26 تا 30 آبان اتفاق افتاده و بعد ورودش به دیما، ورودش به آذر ماه، شعارهایی رو که در آذر بزرگ به صورت مشخص در 16 آذر در سطح دانشگاه کشور اتفاق افتاد، همینطور پر زدن بر روی مراسم های 40 جان باختگان سراسر کشور به صورت متمرکز دارم کار میکنم و اینجا مسئولانه برای اولین بار از طریق برنامه شما اعلام میکنم که تا حال بیش از 566 یوتیوب رو نگاه کردم و ازش شعار استخراج کردم. امیدوارم که بتونم تا هفته های آینده اینها رو در یک دفتری به صورت متمرکز انتشار بدم با آدرس، یعنی بگم تاریخ فلان در شهر سیرجان، تاریخ 24 آبان در اهواز، تاریخ فلان در دانشگاه مثلا بابل، یعنی روشن که هیچ کس دیگه نگه که امیر جواهری تو خونه خودش نشست و همراه رضای بدیعی با هم شعار ساختن، بلکه این شعارها از کف خیابان جمع شده و داره دستبندی میشه با یک تحلیل پایه‌ای که این شعارها منبعث از چیزیه انتشار پیدا میکنه. مثلا به صورت روشن بگم شعارهایی رو کردم پیش روی ماست و میتونیم بر زبان بیاریم. خیلی صریح میگن هستیم علیه دولت متحد این ملت، یعنی مردم فهمیدن که با کی طرفن، با آدم معینی نمیخوان خودشون رو بتنهای، هرچون که نوبت حسن روحانی بشه او هم میذارن بغل خامنه‌ای و میگن که روحانی حیا کن مملکت رو رها کن، همونطوری که به دفعات به خود خامنه میگن خامنه حیا کن مملکت رو رها کن، یعنی نمیگذارن از خیر اینو، ولی میدونن که فراتر از شخص روحانی یک دولتی هم هست که در برابر ملت قد علم کرده، بنابراین شعار رو متوجه کل هستی او میکنن، میگن هستیم علیه دولت متحد این ملت. یا مثلا در معلمان در پرتو اون چیزی که پیش روشونه خیلی سریع میگن معلمان در میدان علیه کودک کشان، یعنی کسانی که با آموزشی کردن نظام در واقع آموزشی موجود کودک رو از تحصیل محروم کردن و اون رو وامی دارن که برای گذران زندگی خودش به خانواده کولواری رو بر پشت سرش بگذاره، از راه های صعب العبور کردستان بگذاره و جنازش رو تحویل بگیرن و بیارن و ما توی شهر مریوان شاهد باشیم که یک کودک 11 ساله رو که میبایستی پشت میزهای تحصیل باشه بر روی او کولواری از بار و جنس قاچاق حاجی بازاری های اون منطقه رو گذاشتن که حمل بکنن و میبینید که بر اثر سرما این طفل، این کودک جان نمیاره، دوام نمیاره و در برابر همراه برادرش از بین میره. یا مثلا باز برفراز اونچه که متوجه موجودیت جنبش معلمانه خیلی راحت میگن گلوله در خیابان، معلمان در زندان. یا مثلا ما شاهد بودیم که بازجستگان که در برابر مجلس جمع شده بودن یک پارچه شعار میدادن معلم زندانی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، یعنی نشون میده که تبلور واقعی اونچه که در کف خیابان در اتفاق میفته از بطن رویدادهایی که متوجه جنبش های چیه مطالباتی واقعا موجود توی جامعه است که آدم میتونه آدرس بده با آدرسش در هیکل وجودی دانشجویان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، فعالان محیط زیست، دراویشی که به عنوان بخشی از در واقع انسان هایی که به لحاظ عقیده و باورشون مشکل دارن با این نظام دستگیر میشن تو زندانن، مجبورن که دست به اعتصاب غذای خیلی سخت و طاقت فرسایی بزنن که همه نگران ادامه زندگی اون هستن. به هر حال اینا یک صدا این شعار دارن این روز به شکل واحده میگن که تا خود نگیریم از پای نمینشینیم. چرا چنین شعاری رو در واقع بر زبان میارن؟ به خاطر اینکه این نظام حاضر نیست در هیچ حوزه پاسخگو باشه. شما چند لحظه پیش به درستی اشاره داشتین در برابر فراخوان یک پدر و مادر که میخوان 40 فرزندشون رو بگیرن، اول اونها رو دستگیر میکنن به نقطه نامعلوم میبرن، بعد میان سراغ عموش، خالش، دایش، بچه 11 ساله، مادر روستا که چندین و چند ساله، جمعشو میکنن میبرن، تازه همکلاسی ها و همسایه های اونها رو هم اذیت میکنن، اونها رو میبرن. مردمی که در غیاب پدر و مادر به فراخوانشون پاسخ میدن میبینن
بیان توی گورستان رو ببینید سکینه از هوا توسط هلیکوپتر، از تو زمین توسط گزمه‌های خودشون به جانشون میفتن و میگن که چندین نفر در اونجا زخمی شدن و تعداد گسترده‌ای دستگیرشون کردن. این همین دستگیری ها در جاهای دیگر هم اتفاق میفته که به صورت روشن توی آغاز برنامه گفتم، در تجمعی رو که برای گرامی داشته یاد یکی از این عزیزان در گروه زرمیخ گیلان بوده که در همون پنجشنبه اتفاق افتاد، تجمعی که بر سر خاک او صورت گرفته بود، 12 نفر در اونجا شکار میکنن. تا الان که خبر دارم از این 12 نفر چند تنشون رو با تعهد مالی وسیقه گذاشتن آزاد کردن، چند تنی هنوز در بازداشتن. خانواده های اونها امروز به سومسرا رفتن برای پیگیری وضعیت اونها تو دادسرای اونجا. یه تعدادشون اساسا اونجا نبودن، توی بازداشتگاه رشت بودن. همینطور دارن خانواده ها تقلا میکنن که بتونن عزیزان خودشون رو به هر طریق ممکنی رها کنن. یعنی حساب بکن، از این طرف میکشن بچه های مردم رو، از این طرف از ادامه تحصیل و درس دانشگاهی محرومشون میکنن، از اون سو پدر و مادر رو از این زندان به اون زندان، از این بازداشتگاه به اون بازداشتگاه میفرستن. بخش وسیع از فرزندان و مردم که کشتن هنوز جنازه هاشون رو تحویل ندادن. بخشی از مردم باخبر شدن که بچه هاشون رو به پاشون سنگ آویزون کردن، اونها رو توی این رودخانه توی اون سد انداختن و دارن دنبال غواص میگردن که بچه هاشون رو بتونن از زیر آبها بکشن بیان بیرون. ولی با همه این کیفیت خانواده هایی که بچه هاشون رو به خاک سپردن میخوان برن بر سر خاکشون گریه بکنن، سنت و باوری رو که توی جامعه بیشمار سال هاست که برگزار میشه، شب سیوم و شب هفتم و چهلو و شب سال و اصل هزا، اونها رو هم از مردم گرفتن. یعنی نه تنها حق شادی و دور هم آمدن و شاد زیستن و خندیدن از مردم گرفتن، انگار این نظامی که خودش با گریه تعریف میشه، این مردم حق ندارن گریه بکنن. حتما بایستی گریه ها رو بر سر مرثیه خانی و کشتن امام حسین و نمیدونم هوا کردن مسلم و غیر ذالک مردم رو بگریونن. مردم حق ندارن برای فرزندان خودشون جمع بشن و گریه بکنن. ولی خب به هر حال ما شاهد این بودیم که مردم بخشن توی اصفهان، توی جاهای دیگر با چه شکوه و عظمتی یاد بچه‌هاشون رو گرامی داشتن و هنوز این داستان به خاک سپردن بچه‌ها و برگزاری چهلم‌ها به عنوان یک لقمه سنگینی حلقوم این نظام رو گرفته و داره میفشاره و هیچگاه و هیچگاه در واقع این مردم عقب نمی‌نشینن، همچنان تلاش دارن که بر سر خواست‌ها و در واقع نیازهای خودشون پا بفشارن. و میگم اون پرسشی که شما کردید، همین شعارها تبلور واقعی حضور مردم رو در بیشمار صحنه ها نشون میده که من تلاش میکنم به سرعت چند تا از این در واقع شعارها رو بخونم. مثلا اونجایی که میگن 40 سال خون گریستیم بس دیگه میستیم، نشانه اینه که مردم فهمیدن که آقا توی این 40 سال واقعا گریستن. و این شعار امروز به شکل دیوار نویسی در بیشمار دیوارهای کشور از تهران و بزرگ کشور و شهرستانها دیده میشه که توی اغلب شبکه های مجازی عیناً عکسش گرفته شده و نصب شده. یا مثلا میکشم میکشم اون که برادرم کشت، مردم که طالب کشتن نیستن که، ولی وقتی میبینن که جلوی چشمشون یارو میاد با انواع و اقسام گلوله ها میزنن بچه های مردم رو میکشن، او هم به قول معروف از همه جاش میپره و سعی میکنه متقابلا این شعار بده. یا میبینید که آقا از بالای سر دادگستری جوان رود تکتیر انداز اومده داره بچه های مردم رو تو خیابون شکار میکنه و مردم اینا رو میبینن، از اینا فیلم گرفتن. این فیلم ها امروز توی سطح شبکه های مجازی هست قابل رؤیت. یعنی کسی نمیتونه اصلا به اینجا کی بود کی بود، ما نبودیم، خودتون بودید، شما بودید. یعنی شخص خامنه ای فرمانش داد، غصابانش عمل کردن در جاهای کشور. امروز نمیتونید از زیر بار چنین جنایتی بگذارید. همین روز که مردم آسی شدن و شعارهای خودشون رو بدون هیچ گونه در واقع حراس و وحشتی
بر سر زبان میارن. مرگ بر حاکمان سرمایه، میکوشم اون که برادرم کش، گرانی بنزین بهانه است، کل نظام نشانه است، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید بشه، حکومت ضد زن نمیخوایم، دانشجو کارگر معلم اتحاد دانشجو بیداره، بازحمتکش همراه، گرانی تورم بلای جان مردم و بیشمار شعارهایی که فکر میکنم الان رقمش مثلا به نزدیک 500-600 تا اینجا رسیده که هنوز من مشغول پاک نویسون هستم.